شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و شهروندان کشور اینجا در کابل گرد آمدند و توزیع شناسنامه های برقی را بر بنیاد فرمان رئیس جمهور خلاف قانون می دانند. فرمان شماری 24 مورخ 12/12/95 بدون در نظر داشت ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعدیلات را در قانون ثبت احوال نفوذ پیشنهاد نموده است که می تواند منجر به بروز تنش‌های اجتماعی گردیده و مشکلات جدی را برای ثبات و آرامش کشور برپای داشته باشد. روند توزیع تذکیره باعث این شود که اقوام افغانستان با هم برادرتر، متحدتر و صمیمیتر شوند. در همین حال ریاست اجرایه می گوید اگر ریاست جمهوری بر خواست های مردم تمکین نکند، آنان ناگزیرند بر بنیاد خواست مردم تصمیم بگیرند. اگر سماجت و لجاجت ادامه پیدا بکنه در ارتباط به توزیع غیر قانونی و غیر ملی شناسنامه الکترونیک و اعتراضات مردم هم این رقم ادامه پیدا بکنه، ما به عنوان حکومت هیچ راهی غیر از این که تمکین بکنیم به خواست اراده مردم نداریم. اکنون حکومت افغانستان و نیز شورای ملی بر دو بخش تقسیم شدند. شماری خواهان توزیع این شناسنامه ها مطابق به فرمان رئیس جمهور هستند و شماری هم خواهان توقف این روند هستند. اما شهروندان کشور از هر دو جناح میخواهند تا یک راه میانی را مد نظر بگیرند و نگذارند که کشور بیشتر از این به بحران برود. اما اداره ثبت احوال نفوذ میگوید که اکنون کار توزیع شناسنامه های برقی بر بنیاد فرمان رئیس جمهور ادامه دارد و این اداره بر اختلاف های سیاسی کار ندارد. رهبری حکومت هدایت دادن که روند ملی را ما رسما آغاز کردیم و اگر خواهان تغییرات در این روند شوند، ما تابع اوامر رهبری حکومت هستیم. اداره ثبت احوال نفوذ میگوید تا اکنون بیش از 1000 تن از شهروندان کشور شناسنامه های برقیشان را به دست آوردند و به صدها خانواده دیگر نیز برای دریافت این شناسنامه ها ثبت نام کردند.